بسم الله الرحمن الرحيم درود دې اسلام پستر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم باندې د شمشات لزون قدرمن لیدون کو په سلامونو نیکو هله مو هر کله کوم اخدو دې کړی چې خو خوشاله وي اس یو لکه خو یو څخه ډک ورځ به هم تر دې مراره رسولې وي بیا هم د روژې مبارک میاشت نن لسمه روژه ده د رحمت لسیزه او خدای دې چې په ټولو مسلمانانو باندې تر دې دمه په خیر او خوشاله کې تر سره شوی او پاتې ورځې هم ټول مسلمانانو ته خوښي او خوشحالي او عبادتونو څخه ډکې غواړم قدرمن لیدونکو د روژه ماتي خبرونه سره د خپل ټولو تخنیکي همکارانو ستاسو په درنې خدمت کې مو په خبرونه کې را سره زمونږ ګران همکار اشمت جان هم شته تا هم ښه راغلاست اشمت جان ستړی مشي تشکر زنده باشی من به نوبه خود سلامای خود تقدیم میدارم خدا کنه که جور و صدمند و سرحال روزه رمضان به خوبی و خوشحالی سپاری کرده باشین زیرمل تسنگه روژه سره او شکر ده ډیر خیسته تیریگی انشالله بس الله دیو کچی پتول مسلمانانو بنده هم دست پخخیو بنده او دکه تیرسی پتول مسلمانان اگر که په هیواد دی یا ده هیواد نباهر دی او هر کسان چی زی روزانه کار کهی کراچی بازار کې چلې نور کارونه کوي یو څه ستړکی خو بیا هم هوا ورسره یو سیخه ده نو هغه باندې به هم ډیره ښه تیریږي ان شاء الله ته څنګه ورسره ولازم خیم ورسره ښه تیریږي ما باندې ښه تیریږي بس الله دې ټول مسلمانانو باندې داسې په خیر سره تیر کړي ان شاء الله بیا هم له ملت ستیل او تمنا مکرنی څخه ډیره زیاته مننه کوو چې موږ سره د خبرونو په جوړولو کې پوره پوره همکاري کړې ده زه د خبرونو پایل د قرآن کریم د سو مبارکو آیاتونو څخه کوو چې په بل استودیو کې را سره قاری صاحب عصمت الله احمدزی را سره ده احمدزی صاحب ښه راغلاست درته هم ستړی مشي مهرباني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب هم الفائزون
له أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله هو الله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله ما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين جزاك الله ډیر زیات مننه خو خارج محترم له تاسو څخه قدم لیدونکو د خبرونو په دې برخه کې زه د هغې هډمنی کورنۍ ویډیو په ګډه سره ګورو چې زموږ همکاران تللي دي د هغوی د کور څخه یې ویډیو کړې ده او د هغوی ورځینۍ چارې راخیستې چې په څومره مشکلات کې دوی ژوند کوي راځئ دا ویډیو په ګډه سره ګورو بیرته راګرځو زموږ سره اوسئ
خودم رخشانه هستم، شوهرم شهید شده، 4 دانه یتیمایم هست، خودم نانوار خانه هستم دیگه، کار میکنم. تو کس نیست که کتم کمک کنه، اول خدا دوم شما امروی ما کمک کنید دیگه که یک چیز به یتیمایم شود، که درس بخوانن، مدرسه برن، مکتب بخوانن، کایندی شانسم شود. این بچه هکم شاگرد مستری هسته، روزی رو بچه رو پمیتیشه، در خانه یا چای خشک میاره یا بوره میاره که مصرف خانه رو میکنیم، او هم نان چای دیگه. او تو من واسه توان ندارم که من یار خوب خوراک بدم یا خوب پوشاک بدم، خودم هم که کار میکنم دیگه. دیگه چیز خونه میشه چای بیارم یا بوره بیارم یا گاز پرتمک یا نان چای میتم شانه. بود روزا شده که چای تلخ کد مد کد نان دادیم شانه. اولادای بسیار خورده استن. اونو بچه هکم هست که میره موتر پر میکنه ریسی سیر بچه رو بمیاره. بچه میگم کوشش کو که کار کنیم. میگه مادر جان نمیشه کار. کار نیسته چی رقم کار کنیم. میگه مادر ما رو نمیمانه. میگم خیره بچه این وزر زاری کنی که بانیتانه بگو ما یتیم هستیم. ما که کار نکنیم خیلی چی کنیم؟ مادر ماست، خوار ماست، بیادرک های ماست، ما چی بخوریم؟ در خانه چی را ببریم؟ مصرف خانه چی تو کنیم؟ میگه مادر نمیمانی ما را، ما چی رقم کنیم؟ میایم تو بگیریان میایه ما جد میرن دیگه، تو پیسه ندارم که در کورس پردمشان، در مدرسه پردمشان. از خدا میخواییم و شما میخواییم که کمک کنی که می اولادایم در درس بخوانن، تحصیل کنن، یک آینده خوب داشته باشم. یتیمای من، خودم مریض هستم، یا گردی من بازاب است، گردی چپم دکس کمرم دارم دیگه، کمرم بسیار بازاب است. در خانه مردم در این طرف مکرویان میرم کار میکنم، کالاشویی، خانه تکانی، فرشویی ها رو میکنم. حتی که شبانه میایم مچشم پت نمیکنم، از درد از مریضی خواه نمیکنم، تشویش بیخی فشار عصبی دارم که دیگه وزم خراب میکنم. قدر ملیدونکو بیا هم خراغلاز در توای ما وقت ما پخیر تول ستردی مشه، یا بیا هم لملت ستیل و تمانا مکرونی سخمانه نکو چه منگ سرید خبرن پا جوڑا ولو که پورا پرامکاری کرده. تاسو دیدگی هردمانی کورنی ویدو ولی دل چی یا مرکی و ترسنگی ما شما رو در جون چاری ورتا دیری سختی دی دیری مرگانی زمانگ پا داغسی وزید که وز جون کوی چی در کور سرفرستی لپاره هم سوگنه لری و دوی در جون چاری هم دا غسل ستونزو سره ډکې وي. د خبرونو په دې برخه کې ډاکټر صاحب عبدالشکور اډوال را سره دا او هډمنه کورنۍ چې مورکۍ راغلی ده را سره ده. ډاکټر صاحب خراغ لازر ته هم ستړی مشي. مننه، خیر اوسې، خوشحاله اوسې. ژوند په خیر تېرېږي؟ الحمدلله. د روژې دا لس ورځې د رحمت لسیزه په خیر تېره شوه تر دې دمه؟ خدای فضل، بالکل، شکر. سلامت اوسې مورجانې. تا ته هم خراغ لازر هم ستړی مشي. سلامت اوسې، خوشحاله اوسې چې راغلی خبرونه تا. او کلمو چې خبرې کولې مورکی مایک لګ زرا خلی ته نږدې نیسه. ډاکټر صاحب رازو په دې بسر خبرې وکړو چې رحمت لسیزه به تیر شونې اخیری ولا چې نن لسمه روژه ولا د رحمت لسیزه او سبا د مغفرت لسیزه لمړی روژه ده. د مغفرت لسیزه څنګه تعریف کولای شو؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله القائل، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، والصلاة والسلام على نبينا القائل إن للجنة ثمانية أبواب منها باب يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دا مننه ترسنگ تاسیتا استاسی تلویزیون ټول کارکون کوتا او همدارنګه خپل عظیم مجاهد ولسته لزړه لکومي سلامونه او احترامات، والسلام علیکم ورحمت الله تعالی و برکاته وړاندې کوم. دې کې شک نشته دی چې الله جل جلاله دغه مبارکه میاشت مطابق د حدیث نبوي چې اوله رحمه و اوسطه المغفره و آخره العتق من النار ده، په دې سړی چې دې تقسیم ته لږ متوجه شي د دې فلسفې ته نو سړی حیران پاتې کیږي واقعا چې
او دغه اول اولنی لسیزی څنګه رحمت ده دوهم لسیزی څنګه مغفرت ده او دریم لسیزی څنګه د عتق من النار ده اول لسیزی زکه د رحمت ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې دی کی په دی اوله کې په دغه اوله ورځ نه انسان کې دا احساس پیدا شي د لګي احساس د تنګ دی احساس چې زر څنګه همدغه سیګېډه لرم همداسې احساس د لګي کوم همداسې د تنګ دی کوم کېدلی شي چې نور هلک خلک هم همداسې بیا چې کله دا دسترخوان ته کینی او افطار ته کینی نو هلته هغې نه هم د هغې نه نوی درس اخلي چې ایا دغه څومره خلک به د دې دسترخوان نه محرومی دغه زما په دسترخوان چې دا څلور رقمه پنځه رقمه شیونه دي او غذا ده کېدلی شي چې د یو فقیر و بیچاره په دغه به یو قسم کېدای شي چې د وچې ډوډۍ سره به دا بیچاره دا روژه ماتوي او دغه کوي نو دغه احساسات په دې انسان کې پیدا کیږي او د دغه احساساتو په بنیاد باندې د کې ترحم او شفقت او لطف پیدا کیږي نو ځکه اوله لسیزې ورته د رحمت ویلې نو رحمتونه پکې زیات دي شفقت پکې زیات دي د غریبانو سره کومکونه دغه ټول د دغې دروژې د اولنۍ لسیزې د برکته نو لهذا اوله لسیزه الحمدلله چې تیره شوله لله الحمد ډیره په خیر او په خوشحالۍ او په امن و امان تیره شوې ده او هغه کسان دي د الله چې جل جلاله څخه ډیر زیات شکر گزاری د شکر سجدې دي وکړي چې خدای د د دسترخوان ډک کړی او د خپل دسترخوان برخه یو غریب او بیچاره ته ورکړی د دې نشه اوچت کړی دی او فقیر و بیچاره ته ورکړی د خپل د اکاونټ نه پیسې راوښکلي دي او یو غریب و بیچاره سره کومک کړی چې وړه پی واخلي او مواد غذایي پی واخلي په خپل ځان یې لږه سخته راوستې خپلو بچیانو باندې لږه سخته راوستې خپلې مېرمنې ته د دې قناعت ورکړی ډېرې مېرمنې ماشاءالله په بعض مېرمنو کې دومره لطف او شفقت دي چې هغه په سړیو کې نه هغه ولو کې اکثره په مېرمنو کې زیات دي لیکن په دې میاشت کې سبحان الله دغه مېرمنه چې څوک یې دروازه ټک ټک کوي هغه مایوسه نه رخصتوي څه چې د وسې کېږي مېړۍ پرې خبر هم نه وي دی ورکوي نو لهذا باید موږ همدغه اوله لسیزه کې چې څه کړي او څه همد وسه کې لا تکلف نفس الا وسعها همیشه وروره موږ دا ویو چغې وهو چې وروره موږ تا ته نه ویو چې څه لرې ټوله دارۍ ورکه د خپل وس مطابق د خپل وس مطابق د خپل استطاعت مطابق لیکن على الاقل یو افطاري هم ته همداسې تېر نه کړي تر څو دي چې یو غریب و بیچاره على الاقل یو کس خو په ګېډه مړولی شي یوه ډوډۍ خو ورته اخیستلی شي لږې پیکوړې خو ورته اخیستلی شي یو دوه په اصطلاح یو برګر خو د شلو دېرشو روپو ورته اخیستلی شي که زیاته دې وسه نه کړي دغه قصد وکړه دغه اراده وکړه دغه دغه د قاطی تصمیم ځان کې پیدا کړه نو لهذا باید دې دغه اوله رحمت چې ده دې ته باید دوام ورکوو دا د دې معنا نه لري چې موږ په دې اوله لسیزه کې به د رحمت او شفقت کوو او دویمه کې به د نه دغه اوله لسیزه د رحمت او شفقت سبب د ګناهونو د معاف کېدو کې که تا په چا باندې رحم کړی شفقت دې کړی لطف دې کړی دغه وسیله دغه وسیله او ذریعه د ګناهونو د معاف کېدو ده ځکه چې که چېرته د اولې نه ته محروم شي په دې پوه شه چې د دویمې نه محرومېږي که دویمې نه محروم شي په دې پوه شه العتق من النار د درېمې نه بیا محرومه شي نو لهذا موږ ته دا مبارکه میاشت د دې درس راکوي چې اوله ورځ د اخر سره تړلې ده اوله لسیزه د اخر سره تړلې ده دوهمه لسیزه په اوله ولاړه ده دریمه لسیزه په اوله او په دوهمه ولاړه مننه کوم ډاکټر صاحب چې راګرځه تاسو ته خورکی تاسو هم راځو مکه لګینې چې تاسو سره شو زو قدم لیدون کولنده د ما اخلو بیرته راګرځه قدر ملیدون کو بیا هم خرغلاز در توایم وخت مو په خیر ټول ستړي مشه هم شیره مې بر شما چند نفر هستین د فامیل و زندگی د کدام وضعیت است خودم هستیم چهار تا اولادایم هستن به زندگی مشکل بسیار سخت تمام میشه بر خودم به یتیمایم چهار تا یتیمایم از خودم هستم خودم دیگه د خانه مردم کار میکنم فرشویی کالاشویی پاکاری خانهشان میکنم دیگه بچه هکم یکیش از موتر پر میکنه تا یک دیگه شاگرد شاندیم در یک دکان دیگه کرای خانه هم میتم زیاد وضعیتم خراب است چند ساله هستن بچه هایتن؟ بچه هکم همیش که موتر پر میکنه 9 ساله است یکیش 11 ساله است یکیش هم 13 ساله است دیگه خورد خورده استن روزانه چند رو پکار میکنه بس؟ روزانه دیگه دیم بچه هک خوردم که موتر پر میکنه 30-40 میاره و تو روز میشه که هیچ کارش نمیشه بچه هکایم که شاگرد شاندی میشانه جمعه صدر پد
یک و نیم صد میتیشان ده که کرای خانه را جمع میکنیم. خودم هم کار میکنم. خودم مریض هم هستم. مشکل داره کمرم که بسیار وضعیتم خراب است. یک دخترک مسوگک خورده است. که 8 ساله است. پدر خدا ندیده. فوت کرده پدر. خودت که به خانه مردم میری کار میکنی و پیسه را که میگیری مشکل خانه سرش حل میشه چند روپا میده بردم؟ همیشه دیگه خودم برق هم نداریم. اونم کرای خانه را به بسیار سختی مشکل که جور میکنیم مای 2000 2500 پا میتیم. دیگه مصرف خانه را کده نمیتانم. اونم همه قمیشه که نان چای میتیم شانه تشوا میشه که هیچ نان چای هم نمیرسه برشان. مشکل ما بسیار زیاد است. دیگه نمیتانم رسیده یک نفر هستم. خودم مریضی استم دیگه دستایم درد میکنه میرم کار میکنم کمرم درد میکنه که یک دفعه بشینم استاد شده نمیتانم یه قدر مریض استم چقدر وقت شد که دیگه مشکل هستین شما؟ یعنی 8 سال که شوهرم فوت کردی مشکلاتم از زیاد شد ناناور ندارم سرپرست ندارم کاش که یک اولادم کلان میبود سرپرستم میبود ناناور خانم میبود دیگه نه قدر به مشکل هیچیز نمیشدم از طرف خود گیا کس هم کاری نمیکنم رایتان؟ نه دیگه هر کدام از ما بتر غریب هستن دیگه هر کدام ریزدار هستن چوچدار هستن و خود رسیدگی کده نمیتانن تو نیست تو کس هم که کتما کمک کنه دیگه خود مشکلات بسیار زیاد هست دمو خانای مردم که میرم بر کارم دخترکم هم کتم میبرم بچه کایم یگان و سونه کارش میشه بچه خوردم خب بیخی گای میشه گای نمیشه دیگه نمیمانیشانه با موتر پر کردنم کارشان نمیشه کلانترین مشکل در خانه چی است که با پیسه ضروریت است و مشکل حل نمیشه پیسه نیست کرای خانه است این مصرف خانه میل ما یک ذره آرد نداریم در خانه یک آرد نداریم؟ بگویی که من یک لپ آرد ندارم در خانه خود چای نیست بوره ما در پر چای میگیریم در پر بوره میگیریم که من آن چای که سر شو پس شو میکنم بچه یک های خورد مکت من روزه میگیره به خاطر که نان نیست توام روزه میگیره به کام روزه میگیره هم بچه میگیره هم بچه که دیگه یک دخترکم که ایسا او هم دو روز سه روز تامی دوازده بجه یک بجه ای سر زوفتیه تامت وضعیتش خراب شد دیگه باز دمو یک همسایی ما یک ذره نان روان کد برش میگه میکوشی اولادای تایتم چطور کنم دیگه که نباشه از کجا کنم برشان دکتر سیب رازو بیرت تاسوتا د بیوزلو سره مرسته او دودی د حال ځان خبرول څومره اجرونه لري بسم الله الرحمن الرحیم روجانه کو غواړو چې د الرحمن الرحیم په دائره کې ریشو او په موږ لطف کې او په موږ شفقت کې باید یو په بل باندې لطف شفقت وکړو ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من لا يرحم لا يرحم څوک چې په چا باندې لطف شو شفقت ونه کړي زړه خوږی ونه کړي دلسوزي ونه کړي دا د رحمت او شفقت انتظار نه کوي ارحموا في الارض يرحمكم من في السماء رسول عليه السلام فرمایي د ځمکې په سر په بېوزلو او محتاجو او مساکینو او غربا او کونډو روندو او په یتیمانو او په دغو باندې ترحم شفقت وکړئ تر څو چې الله په تاسو باندې طرف وکړي منګه خو د ډېر معذرت سره دا د حقوق البشر چغې چې وهلې منګه اوس امتحان کړل او کتل چې هغې فاسدې ادارې سره ټول کومکونه کول هر څه یې کول لی چې کله دا عمارت اسلامي راغې د دې اوس څه ګناه ده غرب او اروپا ته که دښمني لري خو د طالب سره به یې لري و د حقوق البشر قاتله ته خو په بشر حقوق البشر خو تا د پښو لاندې کړي دا بشر نه دی ډاکټر صاحب اولادونه بشر نه دی لکه څنګه چې ګورو مرستې خو راروانه دي په اونۍ کې تاسو هر اونۍ تر 240 میلیونه ډالر 240 میلیونه ته 50 میلیونه ته څنګه کې ستا تقریبا بی مبالغې د احصایې مطابق 90% د فقر او غربت سره مخامخ دي زه تنها د هغوی نه ګیله نه کوم ورور جانه زه د خپلو تاجرانو نه هم دا ګیله لرم ته خو د دې وطن بچی تو خود دی خاوری بچه ای تا خود دی وطن کی پیسه پیدا کردی تا خود دی خلکو نراتوله کردی پا دوی دی گتا کردی دا تاجرانو دا خپل مالداران نم دا کم منگ خپل اول پا زان که چه اصلاح رانو و زان که چه ترحم و شفقت پیدا نو کم سکال دکتر سیب تقریبا تل سر میلیار دا پوری اواید منگ طول شویدی سل میلیار دا خوب گوره سل میلیار خود تنها منگم دیتا نشو کوله
چې صرف په معین په معینه برخه کې مصرف کو دولتي مصارف خو ته معلوم دي دغه دغه ملي اردو ته دغه طالبان مجاهدون ته د تنخواه به کم ځینه ورکېده همدې نه به یې ورکې که نه هغه هم څه خوري که نه یې لري هغه هم څه کوي که نه یې کوي نور مامورینو ته د مامورینو تنخواه څومره راولېده له نوره څومره راولېږي چې ما ته معلومه ده زه د مامور دولت نه یم زه د دولت نه دفاع یعنی دغه کومې مرستې چې را روانې دي دا کفایت نه کوي کفایت نه کوي دا بالکل کفایت نه کوي باید نړۍ د افغانانو فقر او غربت په نظر کې ونیسي او د دوی د احتیاجاتو مطابق قسل په سلو کې نشي کولی 50% خو دې ودرېږي که نه دا اوس هم ډاکټر صاحب داسې کورنۍ شته دي چې د دغو بعضو کومکونو څخه دوه پېرې درې پېرې څلور پېرې برخمن شوي دي زیاتره یې داسې کورنۍ شته دي چې یو ظلم نه دي اخیستي زه درته څه وایم مشکل موږ کې ډېر زیات دی حتی تر دې پورې چې ورځ پوښتنه رانه وشول په همدې تلویزیون کې چې بعضې ملکانې ځان ته اخلي زه نه پوهېږم څنګه موږ د مسلمانۍ دعوه کړو که چېرته همدغه کومې مرستې را روانې دي صحیح مدیریت شي او تر خلکو ورسېږي انشاءالله چې ټولو ته رسېږي یعنې ټولو ته خو مشکله ده هېڅ ناممکنه ده مشکله نه ناممکنه ده لیکن تر یحود ده مشکل خو به ورته اسان د دې خور اوس مثلا میاشتې 10,000 افغانیو ته ضرورت دی چې 5,000 ورکړي نیمایي 50% مشکل خو مشکل راکمېږي نو لهذا باید مکمل شفافیت په تقسیم د موادو کې د هغې مراقبت وشي په کور د ډېر معذرت سره زه وایم ډېر شاید ګدایګر به کسبګر ګدایګري شاید مستحق نه وي اوس زمونږ د خلکو نه ملاره ورکه ده چې اوس زه چا سره کومک وکړم هغه څوک چې زیات مستحق نه دی هغه د ټولو نه زیاتې چغې وهي هغه څوک لکه د خور غوندې چې زیاته مستحقه ده دا هغې دا غریبه چغه نه شي دا کولی ځکه چې د عزت او د ابرو خلک دي او لږې باندې مرګ قبلی نه کې چا ته لاس نه شي اوږدولی د خپل عزت په خاطر باندې خپل عزت او ابرو په خاطر باندې نو لهذا مدیریت غواړي صحیح مدیریت په شفافه طریقه کومکونه ډیر کم دي باید افغانان په داخل او په خارج کې تاجره طبقه مالداره طبقه على الاقل په دغه میاشت کې خو د زړه د اخلاص کومکونه وکړي څومره چې وسې کېږي باید وی کړي دغه میاشت کې خو دې على الاقل که دوه درې رقم دغه چا ته نشي برابرولی دغه وچه ډوډۍ سره د هغې خو برابرولی شي کنه شته دي ډاکټر صاحب ځینې کسان هم شته دي چې ژوند یو څه جوړ ده خو بیا هم هغه خپل احساس او ضمیر ته دوی کوشش کوي چې موږ دغه مرستې نورې مغلودي به ځای چې وایي چې زه مثلا درې وخته لرم یا یو میاشتې لرم دا زما برخه یو داسې خوار غریب ته ورکړه چې هغه نن ماښام ته روژه ماتی نه لري د اولادونو لپاره وچه ډوډۍ نه لري چې خپل اولادونو ته یې ورکړي ځکه هغوی هم دې ته دي چې کومکونو ته که شتمن دي او که غیر شتمن دي ټول همدغو کومکونو پسې لاس نیسي ورته یو یوناني فیلسوف دی هغه چې په انسان کې ضمیر مړ شو انسان مړ شو انسان د انسانیت د دایرې نه بې ضمیره خلک شته دیکې چک نشته دی د خلکو حقوق خوري د یتیمانو د کونډو دغه هېڅ مستحق نه دی په قطار کې به ولاړ وي ته خدای نه لږه ویره وکړه ولې دا مستحق خلکو د نعمت او د خیر او خیرات نه محرومي او دغه کوي زه درته څه وایم چې مشکلات موږ ډېر زیات لرو لکه د الله نه ویره پکار خدای ته ورتګ دی اخرت ته ورتګ دی مړ به شي سبا ته د آخرت دپاره انسانه مسلمانه پیدا یې ته د دنیا دپاره نه یې آخرت جوړ که د دنیا جوړولو دومره چې خدای در کړي سیستم دې روان دی کورسکی خپل لري کارګر لري کار سیستم دې روان دی الحمدلله موټرګی لري نور څه شی غواړي شپه ورځې په عزت په ابرو هغه خلک چې زما د عزت خلک ورځ په ورځ بې ابرو کېږي ګدایګر د باعزته خلکو نه ګدایګر جوړ شول په دې کې ټول مقصر وي یوازې دولت نه فرد زمن على الاقل زه خو دومره کولی شم د دومره بېروزګارۍ بې توانۍ د دومره کولی شم چې دوه کسه خو په خېټه ماړه کړم ولې نه ماړوم ته خو یو کولی شي چې د دې تنخواه نه موړ کړي په میاشت کې خو د دې 10,000-15,000 نه چغله 2,000 خو یو غریبې کورنۍ ته ورکولی شي راځئ چې دغه احساس ځان کې پیدا کړو څه شو اسلامیت څه شو هغه زه دغه افغانیت د افغانانو چغې تاریخ او پلا د تاریخو ټول ګدایګر راوتي څوک یې په خېټه نشي مړولی دا ستا تاریخ شو خبرو ته دې وګوره غاټې خبرې او دومره خو نه خدای لږ 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 دغه وکړه راځئ چې لږ د الله نه وویرېږو را لږ ترحم و شفقت وکړو دا یتیمان د چا یتیمان دي ولې یتیمان شوي د دغې خاورې نه ځان قربان کړه دا ولې کونډې شوي خاوندانو د دغې خاورې نه ځان قربان کړه ستا تاریخ یې را ژوندی کړه ته ځان ته قهرمان د نړۍ وې بیا قهرماني دې ته وایي چې په څنګ کې دي ګاونډی د ولږې مړ کېږي او ستا بچیان دې په دسترخوان باندې نخرې کوي دا خورم او دا نه خورم کشکې ایره کشکې پیزره مې خواستي کشکې منتوره پخله مې کړي څلور پنځه شی نه د دې مطالبه م بې کوي ولې
راسي لك الله ترجوكو راسي لك دي زمير تقبل رجوكو راسي دا جوانديت دا زمير قبل راك جوانديكو راسي احساس لك زانك بيداكو ترسو بام دا شوزا ورسب سمرة شمنغا دا فقر سر مخكيكو زمنغا خلق محتاج كيكي قد يقرا كيكي بشرمو شرميكو دا بيو تاريخي شرمي بيب افغاني با مجلس كي نشو يلچزا افغاني مو بتما اغا افغانوي چه خبل وقيا دي نشو مراولي يوازني دا هل لاري كومك دا چه پا كومكونو باندي من مختلر شو نا خبل هم حالي زالي دي دا غي خور نمز خواهش کوم چه خوري پا دي ما شرميگا خير دي قطة دا چا كورتا نشل دا خلقو دا كور نكالي را وده انزاي فرق نكي پا دي باندي بتخخ كاريگي دا حلال رزق دا غدا هم دسي دا نورنا هم دا قصي چه بچياني غطي یو وخت دی خیر دی د کار د پاره وخت کی یو وخت دی د تعلیم د پاره وخت کی خپل هم باید انسان همت وکي ډیر خلک دی یقین په خدای وکا یو په خی په بل اړولی چې مخې ته پروتي پوشي چې د خیرات ووري بس هر څه پرېږده ورمنډه کېلته ته خو لږ خیر دی یو کراچي خو اخیستلی چې وګرځوه کراچیوان چې کراچی کې ګورو قلارې ناست دي ته خیر دی لږ وخوځېږه راوخوځې توکل په خدای بس ډاکټر صاحب الله دې په ټولو باندې ورحمېږي زین دوستانو چې زمونږ د خبرونې له ادرس د کورنۍ لپاره کومې مرستې را لېږلې دي وخت هم یو سره کم ده نو دا مرستې به دې مورکۍ ته مونږ ورکوو له حاجي صاحب څخه ډېره زیاته مننه کوو چې د فارکۍ صنعتي څخه د هرې کورنۍ لپاره یو څه نغدي مرسته را لېږلې ده له بي بي حاجي څخه ډېره زیاته مننه کوو چې د امریکې مریلینډ ښار څخه یو څه نغدي مرسته د دې خورکۍ لپاره را لېږلې ده همدارنګه د ایمان ورور څخه مننه کوو چې له جاپان څخه یې درې زره افغانۍ د روژې تر پایه پورې د هرې کورنۍ لپاره یو څه نغدي پیسې را لېږلې دي او د ملت سټیل څخه هم ډېره زیاته مننه کوو چې د هرې کورنۍ لپاره مکمل یو خوراکي پاکیج ده مادلا شما میتونین که به این شماره تماس بگیرین مواد خوراکي هستن میتونین که با زور به خانه انتقال بتین ببرین ډاکټر صاحب کوم څه چې تاسو په نظر کې نیولی دل دستا یو ځای کوم مرکې ته وایي پاک پروردګار دې چې هر چا کومک کړی خدای دې ورسره ښه وکړي او الله دې قبول کړي او خدای دې نور کړي دا توفیق پیدا کړي چې داسې بېوزلو خلکو سره کومک وکړو یو چیز مشکل تان سره شال میشه از خانه بخیر باشین قدرمن لیدونکو خبرونه په دې برخه کې زو زمونږ همکار نصرت ساحل بیرون ښار دې وسنډې ته تللی ده او د ځینو ښاریانو سره خبرې کړې دي زو دا راپور په ګډه سره ګورو بیرته راګرځو سلامونه وخت مو بخیر درنو لدونکو له من نم تاسو ټول به روغ جوړ خوشاله استه قدرمن لدونکو در جماعت ځنګړ راپور دی ومن هم راغلم د کابل خر سرای علاودین سمتا دا درلارې د علاودین درلارې دا یو د سرای علاودین وای هغه تم د علاودین پول دی نو دا سه خپل هوادوال سر خبره تر کو دل تر څنګ یو رستورانت دی چې کباب دی قابلی دا چرغان دی او شان خرڅی سلام علیکم بخیر ساتو خیر خیر چلو رسید درګه مونده نه مونده دیگه چی زیاد مونده خب مقصد باشه که موضوعات هستیم نفرای ما بخیر در جمع باشه دیگه خراب کنه که روز اخت تاثیر نکده نه تم شاله دیگه سرمان دیگه دیگر آیا کمی اوا گرم میشه باز تاثیر میکنه سری والا دیگه وقتش خود تاثیر نمیکنه امی نزدیک میمونه این امی بیچار دیگه سخت می باشه نه سخت دیر میکنه از این معلوم میشه که انتظار چقدر سخت است بخیر دیگه گفته اون تو در هر چیز متسخت است انتظار داشت باز انمی خواسته بچه‌ها زیاد دارنی یک دوستی زنگ میزنه کجا هستی خواه می باشه میگه نه در راست ما آمدم رسیدم اون دوست خود در انتظار میمونه یه جایی که خداوند مشمار در انتظار میمونه که منتظر از آن باشیم انتظار کنیم بر ما تو معلوم میشه که انتظار چقدر سخت است انتظار سخت است بود یک نفر بود در انتظار نمون والا دیگه بسیاری دوستا و رفیقان مترسن دیگه اگه ای جای میرن دیگه به نفر به انتظار میمونن دیگه تا او دیگه بشینید استوری سلامت زنده باشی من تو میرم دیگه در جا برابر شد لیدون کو گران رو مو ماشاءالله ډیر خو خوشخه انسانو نو خبره تر مور سره وکړه او
راځونه یلو نو ما کې دا کار نشته دي چې زه څوک پتا ما پریکړه ما په انتظار پریکړه ما السلام علیکم چول رئیس نه پیسې میتم پیسې میتم رئیس تو رستی جوړس چول سات خوبه کور کدی نه کدی نه ولې کور نه کدی اول ګپم په پیسې شو دغه نفر مې ګپ میزنه نه نه یک چیز خو مالبه ده که مشاوانه خو میشه یک چیزی میشه خدا هون میروان سال یک نفر که گپ میزنه سلام میتا ما میگم سلام علیکم تو میگه پیسه میتی آنه جواب سلام چی هست؟ جواب سلام سلام علیکم علیکم سلام و تو نمیگه علیکم سلام تو میگه پیسه میتی آنه نه نه صحیح است کسی نمی کنم ما اینو ما به خدا یک رقم شدیم صحیح است یک ریستفیده ما که نویتی کار کنه دیگه باز مزه نمیتا نه باید سلام ما رو جواب بتا کجا میری خانه کجاست بخیر؟ خانه این دالمان است خانه نزدیک است؟ دالمان خود طرف است، طرف نیست خب، باز افطار چی میکنی؟ افطار چیزی؟ بیخی؟ یک چیز قابلی معمولی بده باشه داری سرک میده پیدا میشه دیگه خدا میره با سلامت باشی، زنده باشی درنول دون که زین وقت دست فکر کهو چه ملک مدیر بیچاره شوه ده نو چا ته سلام مو چې وای چې پیسې را کې وکنه نو بس الله تعالی دې رحم وکي څنګه وروره او مصیبه ته تورې دا ډیر تیز روان دي په شکان خونه لره څنګه یې څه خبرې دي خیرتی ده څنګه یې شکر ادا څنګه روزي سره څنګه یې روزي په کړه الحمدلله په تاخیر دیږي او شکر الله خره په سر تیریږي والا زه خو وظیفه لرم خدای دې ملګری مې ده او شکر تیروي او نه دا ښکارې کړ ماشاءالله څونه ښه سترګې لري رژیم در باندې تاثیر نه کړ الله دې خوښته او رور از دې پر ودان دا کار مهرباني ده دل در روز افطاری ته زو اذان کې رازه دل تا اغل ته ملګری او جای کینو ټول رازم بختنه تمام راشه خو رازه به اغه فلډر شاته یو ښه صدا دا به په خیر تیار در ته بعد نیسو دا چی درنول دن کو ورور مو روانو چل تر روانه کړو نو بختنه مو کله چیر تر روانه ویل تر جماعت ته ځو نو لیدم کو ماشومان دي راضي کامرې مخ ته غوړي په تصویر کې راشه بیروبار جوړ کړی راځي ملته مو کوم داسې مخ کې ورځو نو ره وادوال سره خبره ترې وکړه درنو لیدم کو ګران کاکا جان ملته ولاړ دا هم کراچۍ لري او ټرا کار کوي او ماشومان ترې راتاو دي السلام علیکم سلام علیکم استاد خیر څه خوبه سلامات بوشین تاسو خوبه شکر چند بجه برآمدی از خانه؟ ما ساعت 12 بجه برآمدی. چاش؟ با ولی ها. برو نو وقت برآمدی. چه موی تو سرخ میزد فکر کردم سو وقت بود بود یعنی؟ خاک بود بود؟ ما خیلی از خاک بود خبر نشدیم به دفتر بود. خاک بود بود. خاک بود بود. چطور از کار بود بود یعنی؟ والا خوب بود گزاره میکنیم. گاهی ساعت گاهی پینجا می کار میکنیم. اون یک چیز میشه که افطار خانه رو برابر کنی سحری. آه میشه. افطار خودت کجا می باشی؟ خانه میبری؟ نه ما خودم چی میکنم؟ افطار که من گاهی خانه میم گاهی در راه میکنم. بله. بگی از اون جوانیت قصه کو کو کدم جوانی چطور بود افطاری را چی رقم میکنه؟ والله در جوانی نمی بود. او پدرم زنده بود میآوردم خانه میشیم کل ما مساجد افطار میکنیم باز مسجد میرسیم نماز میخونیم اشتکار بیرون میکشید که برات سایکو عذاب میتا اوف یا او اشتکار داد طبعا اشتکار یا رب ما رو میگه یک بیازر ما رو میگه دیگه بیازر ما رو میگه تلویزیون نبود رو جون بیشتر کم بود نه تلویزیون نبود آقا بود بیشتر محدود بود تلویزیون کش نمش نه او بیشتر معتبرام که تلویزیون میده شده که گفت شده ایده بود خدا چقدر جالب بود در دوران ما هم در وطن که بودیم ما را میگفت تو برو برای بیرون سایکو که از آن میتوانم آه او نمو بود آه او بس چه یک دوران بود آه او دوران که یک باید تا این دوران می دوران بسیار فرق میکنن آه حالی چطور است؟ بخیر تیر میشه؟ بخیر تیر میشه برو شکر است افطار که تو ما می باشی؟ تشکر زنده باشی سلامت باش ما تشکر شما از تلویزیون تا سلامت درنول دون که گران کاکام چه ولی دا عمر نپوخ سالی و مغختل رازی داغوی در وقت در رجماتی پختین تریوکو خو هغه وخت ځواب یې راکړ تقریبا مونږ سره یو ډول مونږ هم ماشومتوب کې مونږ ته به کور کې ویلی تاسو بهر ودرېږئ وګورئ چې اذان ورکوئ که نه ورکوئ مونږ به اذان ته په تمه وو چې اذان به ورکړو غږ به مو وکړو چې څنګه اذان دی اذان دی اوس روژه ماته کوي فکر کوم اذان ته څو شېبې پاتې دي او اذان وخت دی درنو دن کو دغلطه بولانی او سم موسی خرڅی کی السلام علیکم خو بس دیار کوم وروکو خیر است خیر است پکاره خلاص شده پکاره خلاص کړم دې ښه تو بود کاروبار هم شکر خلاص شده خیر خوب خوب به شته خلاص تا ما ځان متا ازان میده 6 5 دقیقه 6 6 دقیقه خود بده این خود بده کنم ازان بده قازان است نه ازان است نه افطار کنیم بخیر بخیر باشیم میشین افطاری تمام میشه نه نمیذیم یک دونه بولانی میخوریم نه جان میکنیم یا سموسا میگیریم چی ورتون بولم سموسا یک دونه میجبون خلاص درنول دن کو اذان ده من به هم رجمات وکو او تاسو هم استودیو ته وګرځئ رجمات وکو
اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا الله اللهم رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين قارئ محترم رزيت اسمهم رجما تكريم مني ڈاکٹر سے مہربانی قاری صاحب راضی راضی سے مہربانی خیر راضی سے خیر راضی محمد تقبل اللہ قدر علی دن کو لطاس ہم ڈیر زیادت مننا کھو چی دخبرونی ترپائی شی بورا ساولی اور رجمات خبرونا مراسرہ غلی دل لمرے زو دماخلو لدمی روستا دنسرت ساحل راپور ہم بیا چی په ښار کې د ډېری ښاریانو سره خبرې اترې کې د روژه ماتې په وخت باندې دوام لري د دې راپور په لیدو سره هم د روژه ماتې خپرونه پای ته رسېږي تر بیا هم په لوی او بښونکي مهربانه خدای سپارم هر چېرته چې یاستی خوشحاله او سوکاله ژوند ښه وخت د خدای په امان درنو لیدونکو روژه ماته شوی دی ډېری کسان کورونو ته روان دي ډېری کسانو بازار کې ماما گزارف دي السلام علیکم وعلیکم السلام خوب هستی جان جو سعادت من بولا بیم که قدم یک چیز شما نه درست شکر زنده و سلامت گزارف ماما ماما رفت خانه دیگه دا دو قاخل دکان چی داشت دکان ترشی فروشی واش جمع کرد رفت قصا کنه مگم رفت دوره فرار کرد اسی ترزی او والا افتار کردیم امید دکان داری آمین دکان داری درست کاربار بود از افتار میشه نمیشه والا خوب است گزاره میکنه دیگه چیزی که رضا الله شکر میکنه چیزی که رضا خداوند است افتار همینجا میبوش آه دیگه افتار همینجا جان میکنه
دیگه چیزی که از خانه آمد میخوریم بولانی خاص حتما بولانی و هر چی تیار بود دیگه بولانی ماست ترشی امیار امیجا میگیری دیگه آ دیگه هم چیزا داریم خود ما از امیجا استفاده میکنیم خب از خانه بود خانه دور است نزدیک است نزدیک است خانه برو خانه نزدیک باشم نان خانه زیاد مزه میده آ دیگه از بازار نمیشه بخوری دیگه از بازار مریض میکنه زبان هم داره آ دیگه چرب میباشه چرب چرب زیاد میباشه روغن زیاد نه دیگه ای گپا خواست باست سکار بارد برکت باشم آجا سلامت چای خود تیار داریم سلامت خیر چای فرزان سلامت نانول دون که همه وقت لاغ ماما بس کل من نست و آقا سر خبر اتری و که ماما مونگ نمخ که بس همون گسنگا رتاو شلو آقا لاله گران دوست نو دلت دکان در لودو بسر مخبر وکره هم داسی مخ که بزو نور دوستان سر با هم خبر اتری که سرک منز که میرا گرد تیگا پرتا دا نمزی پر گرد دل اوما ماشومان ګورې چې سرک مانس کې لګیا دی فوټبال کې اتګ هم دوی خوده دا ګول جوړ کړی دی زه نور دوستان سره هم خبرې اترې کوم راځي تیار سره درنو لیدونکو دغه تر اوره سیلو چې کاکا مو تاسو ګورئ چې خسته مجهز یونیفورم لري او فرنی خرڅی السلام علیکم سلام علیکم بیا در خوب است چال دوری حالی تو خوب است شما خوب است ما که اومدم روی تا بود کدی چرا تشکر لالای گلم سلامت باشید تشکر کنم خورده که غیرت دارم کتما نمیری آه نام خدا بشناسی شونی؟ آه من جمعه انفرنی میخورن از بشم چندی هست؟ ده رو پا بیس رو پا سی پینجا سا ده رو خواهم در کجا بخته میکن؟ شرکت هست اینجا خوب هم یونیفورم هم شرکت هست خواهی؟ بله باز فیصدی میتا یا امار چقدر فروختی؟ ماش هم داره فیصدی هم از بله خودی چی رقمی کار میکن؟ هم ماش میتم فیصدی است خب؟ بله چطور از کاروبار میشه؟ خوب است هم میشه خب ماش تا این است بعد از او که چقدر فروخت از او فیصدی میتونه؟ بله بله برو خوب است دیگه یک چیز جور میشه یک 20,000 میشه آه یک 15 میشه اگه 20 نشه یک 15 خوب میشه برو یوم غنیمت است بله ها افتاره بازا کجا میکنه؟ افتاره اینجا شرکت نان میتا شرکت نانو میاره بره؟ نه نان میاره برو یعنی شرکت در کجاست؟ در کوچه خلیفه صاحب است خود اینجا نزدیک است یا؟ بله ها. شرکت هم نزدیک است نان هم برای شرکت میره باز فرنی خواهی نه فریمان است آه فرنی فریمان است فرنی باز فریمان است دیگه خورده میتونه میر چقدر که دلت چید این در سرش چی است؟ نه نه سلامت زنده باش در سرش چی است؟ سیاس یا؟ کشمش است؟ کشمش سیاس کده چهار مغز است نه در پگیش باز تنها کشمش است یک یک دانه دو دو دانه بله بیس رپگیش باز داره سی رپگی و پینجا رپگی صد رپگی شما خب اول تو صد رپگی خب من اینجا نمیبینم در پایین است خب او کلون است دیگه اینجا نمیمونه بله ماندم اینجا سودا شد او فامیلی است؟ نه فامیلی است در کار برد برکت باشه تشکر سلامت باشه خیر ببینید خیلی زنده باشه سلامت خیر ببینید زنده باشه رانور دون که گرنکا کچ تصویلی در فرنی خرسولا خوندوارا خواری رخ کرده از خواندوارا فرنی بوی نو سلام علیکم خوب است سلام علیکم خوب است خیر و خیر که جور است عافیت کلان شدی ان شاء الله شکر خدا تیر کال هم برو جمعه دی کم دکتر اغلم گراند دوست سره مرکه وکلا وارث بود نام وارث بود بارے سره نوم مرتا پیا عمر دې کم گیره نه ومن از موږ عمر بم کم از موږ بم گیره نه ونه مې یادې کې خدا دور گیره نه و بس ماشاء الله ډیر ګرځې وې ستوره قربان مهربانی شما شکر الله سلامت بخیر کلان شدی بچ خب فضل کرم الله زگه امی قانون طبیعت است قانون طبیعت است امی تیر میشه زندگی است نه مرسی که خدا کلا را موندی خوب در رمضان آمادگی گرفت رمضان است نسبت به رمضان شکر خدا است مگذر فضل کرم الله است اینا می جاستی دیگه اینا می جاستم جای از خود است خوب است کارمند است ماره جای است دیگه دیگه شکر شکر است امی از یک سال گذشت شد دیگه از خود شد جا 7 سال میشه از ما 7 سال میشه تلویزیون شد هر دو ما وظیفه اجرا میکنیم دم یک وقت وظیفه شروع کردیم آه شکر خدا خب ما در پلویش باز مدیریت هم خانم بشه مدیریت است ولی باز در بعض وقت دیگه ایجا آشپزی میکنیم چی آشپزی میکنی؟ چی بسیار خوبش پخته میکنیم؟ من فعلا خود اگر رمضان است بهترین بولانی و سمبوسه پخته میکنیم دیگه بعد از رمضان باز میتونیم قابلی بسیار خوبش کباب مرغ سوجی قرمه قرمه عربی دیگه اینا را از جبه دست بیاریم چون نمی کفتارم رو تو نمت قرمه عربی رو بخوریم هر وقت اومدی ان شاء الله ما در خدمت هستیم رستوران تمام زاده همیشه در خدمت تو هستیم قرمه عربی رو تیار کنی بخیر بعدا چی شد چرا نه سلامت باشی خوش شدیم بعد از وقت دیدیم مهربانی شما سلامت باشی تشکر از مهربانی تا درنول دن کو گران رول مونو تیر کال ملګری و خطا تیر کال محمد سلام دل تمرکه کړو خبر اتره مور سره کړو
نو تاسو نه مړی مونږ کوم چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه د روژه ماتي څنګه راپور باندې ځای پای ته رسیږي تر بیا چې زه نصرت الله صاحب ستاسو درانه حضور ته درېږم تاسو کولی به خدای سپارم الله تعالی مو مل شه او پاتې عبادت مو الله تعالی په خپل دربار کې قبول منظور وګرځوم. لا لیدلمو مننه.